برادران کارامازوف نوشته فئودور داستایوفسکی جلد دوم کتاب دوازدهم حکم ناحق خانش دیبا رستگار فصل چهاردهم عنوان روستاییان محکم می ایستند فتیوکوویچ نطق خود را این گونه به پایان آورد و ابراز احساسات جمعیت مانند سیلی خروشان جاری شد. صد کردن آن محال بود. زنان می گرستند. بسیاری از مردان هم می گرستند. حتی دو تن از شخصیت مهم اشک ریختند. رئیس دادگاه تسلیم شد. حتی به صدا درآوردن زنگ را هم به تأخیر انداخت. همان گونه که بانوان بعدا گفتند فرو نشاندن چنان ابراز احساساتی مثل این بود که بخواهند چیز مقدسی را فرو نشانند. خود ناطق هم سخت تحت تاثیر قرار گرفت و در همین لحظه بود که ایپولیت گریلوویچ به اعتراض برخواست. مردم با نفرت نگاهش کردند. بانوان بل کردند که چیه؟ یعنی چه؟ راستی راستی جرأت هم می کند اعتراض کند؟ اما اگر زنان دنیا از جمله زن خودش معترض می شدند نمی در آن لحظه جلوی او را بگیرند رنگش پریده بود از شدت هیجان به خود می لرزید. حتی نخستین کلمات و عباراتش نامفهوم بود نفس نفس میزد. زد نمی توانست به روشنی سخن بگوید و شیرازه کلام از دستش در می رفت. اما به زودی به خود باز آمد از این بحث پایانی او تنها چند جمله ای را نقل می کنند. بر من خورده گرفتند که افسانه به هم بافتم اما این دفاع چه چیزی جز افسانه روی افسانه است تنها چیزی که کم داشت شعر بود فئودور پاولویچ در حال انتظار برای آمدن معشوقش پاکت را پاره می کند و بر زمین می اندازد. حتی آنچه هم که در حین اشتغال به این عمل حیرت بر زبان آورد برایمان گفتند آیا این پرواز خیال نیست؟ و چه دلیلی در دست داریم که او پول را برداشته بود چه کسی گفتش را شنید اسمر آن ابله سوست مغز به قهرمان بایرونوار تغییر صورت می دهد و به خاطر حرامزادگیش از جامعه انتقام می کشد. آیا این افسانهای ای به شیوه بایرون نیست؟ و پسری که وارد خانه پدرش می شود و او را می کشد بیان که او را بکشد دیگر افسانه نیست. هولی است که معمایی فرا روی میگذارد که خودش هم نمیتواند آن را بگشاید اگر او را کشت پس او را کشت معنای کشتن او بی آن که او را کشته باشد دیگر چیست چه کسی میتواند از این قضیه سر در بیاورد سپس هشدارمان دادند که این جایگاه جایگاه اندیشه های صحیح و سالم است و از این جایگاه اندیشه های سالم بیان موقری شنیده می شود که پدرکشی نامیدن کشتن پدر چیزی جز تعصب نیست اما اگر پدرکشی تعصب است و اگر هر کودکی مجبور باشد از پدرش بپرسد که چرا باید دوستش داشته باشد بر سرمان چه می آید؟ بر سر بنیانهای جامعه چه می آید؟ بر سر خانواده چه می آید؟ معلوم می شود که پدرکشی لولوی زنان تاجر مسکویی است عزیزترین و مقدسترین پشتوانه ها برای سرنوشت و آتیه عدالت روسی به صورتی منحرف و سبکسرانه بر ما نمود می شود تا به یک هدف دست یافته شود توجیه چیزی که نمی توان توجیهش کرد وکیل مدافع فریاد می زند آه به وسیله رحمت او را در هم بشکنید اما این کمال آرزوی شخص مجرم است و فردا دیده خواهد شد چقدر در هم شکسته شده و آیا وکیل مدافع در تقاضای خشک و خالی برای تبرعی متهم دچار حجب و حیا نشدند؟ چطور است که به افتخار شخص پدرگوش بنیاد خیریهای بنا کنیم تا شیرین در میان نسلهای آینده به یادگار بماند؟ مذهب و انجیل تصحیح می شود. گفته می شود که این عرفان است. مسیحیت ما تنها مسیحیت واقعی است که منقاد تحلیل عقل و منطق شده است. و این است که هیئت دروغین مسیح را در برابر ما علم می کنند. وکیل مدافع فریاد می زند به همان پیمانه ای که می برای شما پیموده خواهد شد. و بلا فاصله نتیجه می گیرد که مسیح به ما می آموزد تا بر حسب پیمانه ای که برای ما پیموده شده است بپیماییم. آن هم از جایگاه حقیقت و فهم درست. فقط شب قبل از ایراد سخنرانی به داخل انجیل سرک میکشیم تا با آشنایی با نوشته که به هر صورت نسبتا اصیل است و چه بسا برای ایجاد تأثیر خاص به کار بیاید جمعیت را مبهود سازیم همهاش هم برای رسیدن به هدفی اما آنچه مسیح به ما فرمان میدهد چیزی کاملا متفاوت است او فرمانمان میدهد که از انجام این کار برحذر باشیم چون دنیای خبیس این کار را انجام میدهد اما ما موظفیم که ببخشاییم و طرف دیگر رخساره را بگردانیم نه اینکه برای شکنجهگرانمان با همان پیمانه بپیماییم که آنها برای ما میپیمایند این است آنچه خدایمان به ما آموخته است و به ما نیاموخته که بر داشتن فرزندان از کشتن پدر تعصب است و ما از جایگاه حقیقت و فهم درست انجیل پروردگارمان را تصیح نخواهیم کرد پروردگاری که وکیل مدافع به همین اکتفا می کند که او را عاشق مسلوب انسانیت بنامد درست برخلاف تمام مردم ارتدکس روسیه که او را چنین میخواهند چون خدای ما در اینجا رئیس دادگاه مداخله کرد و جلوی سخنران بیش از حد غیرتی را گرفت و از او تقاضا کرد مبالغه نکند و پا را فراتر از حد نگذارد و غیره همان گونه که معمول رئیس دادگاه ها در چنین مواردی است جمعیت هم ناآرام و بیقرار بود حتی اظهارات خشمالود به گوش می رسید فتیوکوویچ چندان در صدد جواب بر نیامد تنها کاری که کرد این بود که به جایگاه رفت و دست بر قلبش نهاد و با لحن آزرده چند کلمه غرورآمیز به زبان آورد باز هم با لحنی حاکی از استخفاف و کنایه به افسانه‌سازی سازی و علم و نفس اشاره کرد و سر به زنگاه گفت جوپیتر تو خشمناکی بنابراین در اشتباهی که سبب شد جمعیت زیر خنده بزند چون ایپولیت گریلوویچ به هیچ و شبیه جوپیتر نبود آن وقت فتیوکوویچ در مورد این اتهام که پدرکشی را به نسل جوان می آموزد با غرور فراوان گفت که حتی جواب آن را هم نمی دهد و اما در مورد اتهام به زبان آوردن نظرات غیر ارتدوکسی و نامیدن مسیح به عنوان عاشق مصلوب انسانیت به جای خدا و اینکه چنین چیزی در این جایگاه حقیقت و فهم درست نبایستی بر زبان رانده شود گفت این یک تلقین شخصی است و از دادگاه توقع دارم از اتهاماتی که به حیثیت من به عنوان یک شهروند و طبعه وفادار لطمه میزند در امان باشم. اما رئیس دادگاه در اینجا نوک او را هم چید و فتیوگویچ در میان هم همه تحسین جوابیه را با تعظیم تمام کرد و ایبولید گریلوویچ در نظر بانوان شهر ما برای همیشه خورد شد. سپس متهم اجازه یافت که سخن بگوید. میتیا به پا خواست اما بسیار کم سخن گفت به لحاظ جسمی و روحی از پا در آمده بود آن حالت قدرت و استقلال که صبح امروز هنگام ورود به دادگاه در وجناتش پیدا بود کما بیش از بین رفته بود چنین می که آن روز از کوره آزمایشی گذشته است که برای ما بقیه عمر چیز بسیار مهمی را که تا آن زمان در نیافته بود یادش داده است. صدایش ضعیف بود. مثل سابق فریاد نمیزد. در کلامش آهنگی تازه از فروتنی و شکست و تسلیم بود. آقایان هیئت منصفه چه بگویم؟ ساعت داوری فرا رسیده است. دست خدا را بر روی خودم احساس می کنم. عاقبت کار آدمی خطا کار در رسیده است. اما در پیشگاه خدا تکرار می کنم که از اتهام ریختن خون پدرم مبرایم. آخرین بار تکرار می کنم که قاتل او من نبودم. من خطا کردم اما دوستدار نیکی بودم هر دم تلاش می کردم سر به راه شوم اما مثل جانوری وحشی زندگی می کردم از دادستان سپاسگزارم. درباره من بسی چیزها گفت که نمی دانستم اما این گفته حقیقت ندارد که پدرم را من کشتم دادستان اشتباه می کند از وکیلم نیست سپاس گذارم به سخنانش گوش که داده بودم گریه می کردم اما این گفته حقیقت ندارد که پدرم را من کشتم و نیازی نبود که ایشان چنین تصوری را بکند گفته پزشکان را هم باور نکنید کاملا عاقلم منتها دلم گرانبار است اگر از من درگذرید اگر بگذارید بروم برایتان دعا میکنم آدم بهتری خواهم شد در پیشگاه خدا به شما قول شرف میدهم که آدم بهتری خواهم شد و اگر محکومم کنید شمشیرم را روی خودم روی سرم میشکنم و تکه هایش را می بوسم. اما از من درگذرید خدایم را از من نرو باید. خودم را می شناسم اسیان خواهم کرد. دلم گرانبار است آقایان. از من درگذرید. میتیا تقریبا به روی سندریش افتاد. صدایش در گلو شکست. عبارت آخر را به زحمت ادا کرد. سپس قضات مذاکرات را کافی دانستند و از هر دو طرف خواستند که استنداجات خود را تنظیم کنند. اما وارد جزئیات آن نمی عاقبت اعضای هیئت منصفه از جا برخواستند تا در اتاق دیگر به مشورت بنشینند. رئیس دادگاه بسیار خسته بود و بنابراین آخرین تکلیف خود را به هیئت منصفه با صدایی نسبتا نحیف ادا کرد. بی طرف باشید. تحت تاثیر فساحت گفتار وکیل مدافع قرار نگیرید بلکه استدلال ها را سبک سنگین کنید یادتان باشد که مسئولیت بزرگی بر عهده شماست و غیره و غیره اعضای هیئت منصفه بیرون رفتند و دادگاه موقتا تعطیل شد مردم می توانستند از جا برخیزند این سو آن سو بروند تبادل نظر کنند توی بوفه گلویی تر کنند دیر وقت بود حدود یک ساعت از شب گذشته بود اما هیچ کس به راه خود نرفت تب و به قدر زیاد بود که کسی به فکر استراحت نبود همگی با دلهای فرو ریخته انتظار میکشیدند هرچند که شاید این سخن به گذاف بوده باشد چون بانوان در حالتی از بیشکیبی دیوانوار قرار داشتند و دلهاشان بی تشویش بود فکر میکردند که صدور حکم تبرعه گریزناپذیر است همگی خود را برای لحظه مهیج یا شور و شوق عمومی آماده می کردند. باید از آن کنم که در میان مردان هم خیلی ها بودند که اعتقاد داشتند صدور حکم تبرعه گریزناپذیر است. اده خوشنود بودند. اده رو ترش کرده بودند. اده هم پکر بودند و نمی خواستند که او تبرعه شود. فتیوکوویچ از توفیق خودش مطمئن بود. در حلقه اشخاصی قرار گرفته بود که به او تبریک و تملق می گفتند. همانطور که بعدا برایم گفتند او به یک گروه گفت رشتههای ناپیدایی هست که وکیل مدافع را به اعضای هیئت منصفه پیوند می دهد. در صورتی که این رشتهها شکل گرفته باشد آدم در حین سخنرانی احساسشان می کند. از آنها آگاه بودم وجود دارند ما به مقصود دست یافته ایم. خاطر آسوده دارید. آقای قوی و لوچ که یکی از زمینداران اطراف بود به حلقه اشخاص سرگرم گفتگو نزدیک شد و گفت حالا روستاییان ما چه خواهند گفت؟ اما همهشان روستایی نیستند چهار تا منشی دولتی در بین آنها هست یکی از اعضای شورای محلی با ملحق شدن به گروه گفت آره همین طور است نازاریوف آن تاجر صاحب مدال را که یکی از اعضای هیئت منصفه است می شناسید؟ چطور مگر؟ آدم کلهداری است. اونتا هیچ وقت حرف نمی زند. پرگویی نمی کند ولی چه بهتر؟ لازم نکرده که یارو پترزبورگی درسش بدهد. خودش می تواند به همه پترزبورگی ها درس بدهد. پدر دوازده تا بچه است. فکرش را بکنید؟ یکی از کارمندان جوان ما در گروهی دیگر گفت راستی فکر میکنید که تبرعش نمی کنند؟ کسی به صدای مصمم گفت به طور حتم تبرهش میکنند. کارمند جوان فریاد زد مایه شرم و رسوایی است اگر تبرهش نکنند. فرض کنیم او را کشت. پدر داریم تا پدر. وانگهی در حالت جنون بود. فلواقع امکان دارد که جز تاب دادن دسته هاون در هوا و به زمین کوبیدن پیرمرد کاری نکرده باشد. اما جای تاسف است که پای اسمردیاکوف رجاله را به میان کشیدند که نظریه پوچی بیش نبود اگر به جای فتیوکوویچ بودم سرراست میگفتم او را کشت اما بیگناه است آسمان که به زمین نیامده همین کار را هم کرد مونتا نگفت آسمان که به زمین نیامده فرد می گفت نه میخایل سمیونیچ آن را هم گفت آقایان در ایام پرهیز یکی از زنان بازیگر شهر ما که گلوی همسر شرعی فاسقش را بریده بود تبرعه شد آخر کار بریدن را که تمام نکرده بود فرقی نمی کند کار بریدن را شروع که کرده بود نظرتان نسبت به آنچه درباره بچه ها گفت چه بود محشر بود نه؟ محشر همینطور هم درباره عرفان کسی دیگر داد زد آه ارفان به جهنم به سرنوشت ایپولید از امروز به بعد فکر کنید زنش به خاطر میتیا فردا چشمهایش را از حدقه در می آبرد. زنش اینجاست؟ چه فرمایشی اگر اینجا بود چشمهای او را همینجا در دادگاه از حدقه در می آبرد. دندان در توی خانه پایبندش کرده در گروه سوم به گمانم آخرش میتیا را تبرعی کند بله اگر همین فردا میخانه متروپولیس را زیر و رو کند تعجب نمی کنم تا ده روز میگساری می کند بر شیطان لعنت دست شیطان توی کار است برای شیطان کجا بهتر از اینجا؟ خب آقایان اقرار می کنم با فساحت حرف زد با این حال شکستن سر پدر با دسته هاون درست نیست والا چه به سرمان می آید؟ عرابه عرابه را به خاطر دارید؟ آره کالسکه را عرابه کرد فردا هم اگر مسلحتش اقتضا کند عرابه را کالسکه می کند. این روزها چه آدم باهوشی داریم مگر در روسیه عدالتی هست که به آن برسیم اما زنگ زده شد اعضای هیئت منصفه درست یک ساعت نبی شونکم با هم شور کردند به محض اینکه جمعیت در جای خود نشستند سکوتی عمیق بر دادگاه حکم فرما شد نحوه ورود اعضای هیئت منصفه به دادگاه یادم هست. سوالات را به ترتیب تکرار نمی کنم. راستش به یاد ندارم. فقط جواب سوال نخست و عمده رئیس دادگاه را به یاد دارم. آیا متهم به خاطر سرقت و با نیت قبلی مرتکب قتل شد؟ عین کلمات را به یاد ندارم. سکوت کامل بر دادگاه حکم فرما بود. سخنگوی هیئت منصفه جوانترین فرد از میان چهار منشی دولتی با صدایی روشن و رسا در میان سکوت مرگبار دادگاه اعلام کرد بلی مجرم است و همان جواب برای هر سوال تکرار شد بلی مجرم است آن هم بدون ذره ای ارفاق هیچ کس چنین توقعی را نداشت تقریبا همگی گمان برده بودند که میتیا مشمول اف قرار میگیرد سکوت مرگبار دادگاه شکسته نشد. همگی ماتشان برده بود. چه آنها که آرزوی محکومیت او را کرده و چه آنها که مشتاق تبرعهش بودند. اما حیرتشان یک لحظه بیش نپایید. ولوله غریبی از پیامد. بسیاری از مردها خوشنود شدند. ادهی بدون ذره کوشش در پنهان کردن خوشحالیشان دست به هم مالیدند. آنها که مخالف حکم محکمه بودند شکست خورده بودند. شانه بالا می انداختند. پچپچ می کردند و با این حال انگار هنوز متوجه موضوع نشده بودند. اما حالت بانوان را چگونه وصف کنم؟ فکر می کردم همین حالاست که آشوب به راه بیندازند. در آغاز باورشان نمی شد. بعد ناگهان این سوالات در دادگاه تنین انداخت. یعنی چی بعد چی آنها از جا جست زدند گویا خیال میکردند که درباره حکم امعانه نظر به عمل میآید در همان لحظه میتیا ناگهان از جا بلند شد دست دراز کرد و با صدایی دلخراش بانگ برآورد به خدا و روز سهمناک جزا سوگن میخورم که از ریختن خون پدرم مبرایم کاتیا میبخشمت برادران دوستان بر حال زن دیگر رحمت آورید دیگر نتوانست به گفته ادامه دهد و چنان در فقان آمد که در سراسر دادگاه شنیده شد آن هم با صدایی که از آن او نبود با صدایی تازه و شگفتانگیز که خدا میداند ناگهان از کجا برخواسته بود از دورترین گوشه دادگاه پشت ردیف بانوان ناله ای جگرسوز برآمد گروشنکا بود موفق شده بود که پیش از شروع نوتخا اجازه ورود مجدد به دادگاه را بگیرد. میتیا را بردند. صدور حکم به روز بعد مکول شد. دادگاه پر از ولوله بود. اما منتظر شنیدن نماندم. منتها همچنان که بیرون میرفتم یادم هست که روی پله ها چند کلمه به گوشم خورد. یک سفر بیست ساله به معاده نصیبش می شود. ردخور ندارد. خوب، روستاییان ما محکم ایستادند و میتینک ما را سربنیست کردند.